بانون گرم خانواده برداشتی اوورده تهرو، او وقت اوورده ایجو. میگن تهرو این همه جای قشنگ داره، آخه ایجو چرا نوشین؟ عزیز دلم یه شب دیگه مگه میخوایم چیکار کنیم؟ یه دوتا تخت میخوایم واسه خواب دیگه، غیر از اینه؟ اشرافیت من جریه دار میشه شب ایجو بخوابم، کلاس من که به ایجو نمیخوره. قربونه اون کلاس شما برم. خب خودت فال بزن ها؟ میزنم بجون. بوز نیست. حالا نوبت منه. اوز نیست. خب؟ پس حق با منه. بفرمایید تو عزیزم. بخت و تخت ما اینجاست. تاره جونم با تو. قرم نست. خدا ببین. چی ها؟ این پرسشنامه رو پر کنین. شناسنامه لطفا. ممنون. اینجا چقدر موندش بالا. ببخشید آقا جو، این هتل تو چند ستاره؟ ما اینجا درست کردیم برای آدم 20 ستاره دیگه، ولی اگه ستاره زیاد بخوان ما بالا پشت اون تخت زدیم، شب میتونیم بالا نگاه کنیم، هم ستاره زیاده هم ماه داریم. چلوس آقا، یه اتاق دو تخت قیمتش چقدر میشه؟ شب 25,000 تومان دیگه. 25,000 تومان؟ مگه هتل هیلتون آقا؟ ها؟ یعنی منظورم اینه که خیلی دارین گرون میگی. من گفتم 25,000 تومان دیگه، میلیون که نگفتم دیگه. این رستوران هم که معلومه نداری جناب. ما رستوران نداریم، تو اتاق پخت و پز نمیتونیم بکنین، اما سر کوچه یه عالم اغذی فروشیه دیگه ها؟ اونجا هم جناب رستوران نداره، اما بغل مغازه رجب اغذی فروشی سفر دیگه، اونجا میتونیم بینیم بخورین. حجی این مغازه‌ای که گفتید خیلی خوب بود. این رجب و سفر رو یادت باشه، خیلی مهمه. این امکانات دیگه چیه؟ ما امکاناتمون اینجا خیلی بالاستا، فقط من چیزایی که قدغنه میتونم بگم. خنده بلند قدغنه، جیغ زدن قدغنه، موسیقی گوش دادن اونم غیر مجاز قدغنه، موبایل تو اتاق آنتن نمیده، تو راه رام آنتن نمیده، باید بریم تو لابی گوش بدین دیگه. ها؟ ها؟ قربون شکلت برم، این فال خراب بود. حالا تو بی خیال دیگه. آقا ما میتونیم اتاقا رو ببینیم بعد انتخاب کنیم دیگه نه؟ خیلی خوبه ها، نمیتونین فقط. چرا؟ همین دیگه، برای اینکه فقط ما یه دونه اتاق خالی داریم. فقط؟ بله، برای اینکه مسافر از شهرستان میاد این هتل ما، اینقدر امکانات هتل ما بالاست، اینجا میمونه، خاک اینجا دامنگیرش میکنه. آره بابا، ای کاغلش معلومه. قصد از مسافرت رو بنویسم اجرای تئاتر یه تئاتر مدرن عروسکی. اجرای تئاتر مدرن توی جشنواره عروسی. شما قراره نقش روباه مکا رو بازی کنین ها؟ شما هم نقش گربه نره دیگه ها؟ یعنی چی آقا مؤدب باشین؟ مثل اینکه متوجه نیستین با دوتا خانوم دارین صحبت میکنین ها؟ من منظور نداشتم. خب دیگه منظوری نداشتی؟ به یه خانم دانشجوی ترم سه تئاتر برمیگردیم میگی گربه نره، بعد میگی منظوری نداشتم. نه گفتم که همینجوری با همیشه بگم بخندیم دیگه. بخندیم؟ تو اتاق اجازه نداریم تبسم کنیم، اون وقت اینکه بگویی ما بخندیم. یا پارادوکس جناب، یا پارادوکس فردی و اجتماعی. همین، من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه با ما پارادوکس نداشتیم دیگه، بعد کلی مکافات داشتیم. آقا کلید باید پوش بدین خانم. بعد من زنگ زدم به شرطه، شرطه یعنی پلیس. آقا کلید این باید خیلی مهمه دیگه. بعد شرطه یه عالم پارادوکس آورد. کلید آقا کلید من کلید آقا خیلی حرف میزنی. کلید بریم ساکر وردا، خیلی هتل قشنگیه. حمزه سلام، مردم گرما، اینقدر شلوغ بود انگار همه تهران اومده بودن بازار خرید، بعد تنه زدن تنه خوردن بی‌حس شدن. چه خبر؟ ممنون. چه خبر؟ تو هر موقع تمیز میکنی چی نمیگی؟ یعنی یه خبری داری بگو ببینم. نیکی خانم زیاد پارادوکس شده منو. چی شدی؟ پارادوکس شده.
پارادوکس کجا آوردی؟ ها؟ پارادوکس کجا آوردی؟ همین دیگه، نیکی خانم دو تا مسافر خانم اومدن، بعد من گفتم خنده قدغنه، جیغ زدنم قدغنه دیگه. بعد اینا تئاتر عروسکی بودن، بعد من به یکی گفتم که روباه مکار، به یکی گفتم گربه نره قاه قاه خندیدن. تو باز با مسافر شوخی کردی؟ ها؟ مگه عموجا صد دفعه نگفته با مسافر شوخی نکنی؟ نه گفتم نخندن که مزاحم مسافران نشن. خوب این کی گفته خنده قدقنه؟ بعد خودت اینجا میخندی به اونا میگی نخندی، این خنده قدقنه. خب معلومه پارادوکس دیگه، راست میگن. همین این پارادوکسه یعنی چی؟ پارادوکس یعنی همین حرفی که تو زدی، یعنی که خودت اینجا قاه قاه خندیدی بعد اون بنده خدا گفتی نخندی. ها؟ اما خوشم اومد. مؤدب باشین آقا، شما دارید با دوتا خانم حرف میزنین. طرف طوری کوب زد که هم مونده بود سلام نظامی بدن. منم که اون پارادوکسه رو زدم تو ملاجش، داشت سکته میگه حیوونه که یه همونم هنو داره گیجگیجی میره. حقش بود، بیاده برمیگنم یه گربه نره و روباهه. ای دیدی؟ چقدر بشم برخورد؟ چیکار میخوای بکنی تارا؟ یه املت قهوه خونهی برات درست کنم، کیف کن. آره بخور املت اصلو، باید تو قهوه خونه بخور. البته صبح یه چیزه، الان که بعد از ظهر یه چیز دیگه. درد سر میشه تارا؟ نمیشه نوشین. درد سر میشه؟ نمیشه. میشه؟ نمیشه. بابا جان میشه؟ نمیشه. اصلا یه کاری میکنیم، فال میزنیم ها؟ اوزه اوز نیست، اوزه اوز نیست، اوزه اوز نیست، اوزه اوز نشد. دیدی؟ یعنی که جناب علی جلوی شکمتون رو نگه میداریم، قضا درست نمیکنین ها؟ ها نمیشه که تو فقط فال بزنی؟ منم باید بزنم. خیلی خوب. بوزه بوزنی، بوزه بوزنی، بوزه بوزنی، بوزه بوزنی. شرمنده تم دیگه، این املته باید درست شد. برشه دیگه. گلشهرم، مسئول پذیرش این هتل. آقا حمزه من گفتن دو تا بازیگر تشریف آوردن اینجا، من خواستم هم باهاتون آشنا بشم، همین چای بدم خدمتتون، بگم تازه رسیدین. خوبه؟ درد نکنم، ممنونم. اینجا یه بوی میاد، بوی میواد ده، این دوستا بخور میده بوی اونه. سرما خوردن؟ نه عزیزم، ما فردا اجرا داریم و داره بخور میده، صداش باشه. آخه بوی سوختگیه. نه این بوی میواد دشه، یه جوری باز میکنه صدا رو. ها این چاقو مال نمایشه. خب پس از این نمایش جاهلی و دیگه چطوری داداش و ایناست دیگه. نه عزیزم، ما مکبس رو اجرا میکنیم، البته آدابتش کردیم. مکبس؟ مال شکسپیر؟ بله. خب میدونم، عاشق اون نمایشم، خیلی نمایش خوبه. آله خیلی خوبه، البته ما با صورتک اجرا میکنیم. خب موفق باشین، من دیگه مزاحمتون نمیشم دیگه. خواهش. دارین کار میکنین، تمرین میکنین. خیلی لطف کردی خانم. خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم. منم همینطور، قربون شما. دوستتونم سلام برسید. ممنونم عزیزم. خدافظ. خدا را نگه داشته بودم.
میشه این؟ خاموش کردم دیگه. وای الهی بمیرم. خدا نکنه چیزی نشده که حالا به خیر گذشت. این وقت یه اردو چای بیارا. برا تو که نه، برا این املتی که جزغاله شده. خیلی ممنون واقعا. دختره نگرد خاموش کنه زیر اینو، این همه زحمت کشیده. نیکی خانوم، من ببرم بالا از این خانوم ها عذرخواهی بکنم. من خیلی بد حرف زدم، خیلی بد حرف زدم، خیلی بد حرف زدم. وا حمزه، تو چرا هم موقع ناراحتی هر چیزی سه بار تکرار میکنی؟ ها؟ خیلی بد حرف زدم. این شد چهار بار، یکی دیگه بگو. خیلی بد حرف زدم. این شد پنج تا، یه دستت کامل شد. ها؟ الان هم نمیتونی بری بالا به خاطر اینکه دارن بخور میدن، صداشون باز شه، برای همین مزاحمشون نشو. ها؟ منم که جوون بودم موقع دانش آموزی نمایش بازی کردم. اما جا نگفته بودی؟ یه نقش خیلی قشنگی هم بود. تو فقط نقش من یه نقش جوون مردی بود. سیبیلا داشت و میمدم صحنه و میگفتم که هی کسی نبینم که به ناموس مردم نگاه بد بکنه. یه دفعه صدام قصی که خروزی شد. خنده دار بوده. خوب پس بازی هم میکردیم ما خبر نداشتی. بله فیلم هم تازه بازی کردم. نه بله یه روز یه گروهی از تلویزیون اومده بودن که فیلم بسازن توی یزد. دنبال یه کسی میگشتن که نقش دیوونه رو بازی کنه. کسی پیدا نشد، بالاخره ما انتخاب شدیم بره یه این نقش. همه مخالفت بکردن، مادر مخالف، بابا مخالف، برادر مخالف، خواهر مخالف، حتی عمو مسعودم مخالف. تنها کسی که موافق بود یادش بخیر بابای تو بود. خدا بیامرزتش. نه که بزرگتر بود، حرفشو میخوندن، اون هم منو تشویق کرد و بالاخره من این نقش رو بازی کرده. این نقش اسمش کی بود؟ مراد علی بود. دیونه وز بود، خیلی هم علاقه به تمر داشت. نه که بچه ها اون شخصیت رو تمر جمع میکردن، اون هم کم کم علاقه من شده بود و تمر جمع میکرد و به تمر میگفت اسک. همون جان باید یه تیکش رو بازی کنی. اون فیلمو دارین اصلا؟ نه حالا نمیتونم، اصلا یادم نیست. خب وقتی ندارین الان باید برام یه تیکش رو بازی کنی. هیچ راهی هم نداره، باید بازی کنی. اصلا یادم نیست. منم این فیلمو دیدم و تو الفندق شمس القمر در امارات. چی نگو دیگه، نه بازی کن یه تیکه تو. نه میشه ولی کی. 3 2 1 خیلی خوب خیلی خوب صبر کن. این مراد علی نکه خیلی علاقه به تمر داشت. بچه‌ام تمر جمع می‌کردن، یه دفعه تمر دستش بود و به تو این شخصیت جوون اومدن این تمر ازش گرفتن. این هم یه جمله همچین چیزی گفت و بس خیلی لاغرش دم دیه محمد از اکو نمیشه اسک. اما جا خیلی خوب بازی میکنی، خیلی طبیعیه. حالا گوش کن، بعد از اینکه فیلم پخش شد به کارگردان فیلم گفته بودن چطور با این دیوونه کار کردی؟ چطور کنترلش کردی؟ همه فکر کردن واقعا من دیوونه هستم. عمو جان بله نسبت داره. ها؟ دیگه نمیخواستم بشنوم. دیگه نمیتونم تحمل کنم. میفهمی؟ میفهمی؟ نمیفهمی؟ از زندگی من برو بیرون. همینا من میگم دیگه، اینا جیغ میزنن صدای مسافر در میاد. خب دارن نمایش تمرین میکنن، دارن شکسپیر تمرین میکنن، مکبث تمرین میکنن. خب سخته دیگه، باید داد بزنن. تازه آداپترم کردم. ها؟ هانچه؟ مکبث؟ شکسپیر آداپته که مکبث؟ چیه میخوای زنگ بزنی از آقا فواد بپرسی؟ ها؟ نیکی خانم شما مکبث میدونی چیه؟ مکبث یه نمایشنامه است، یه کتابیه، نمایشنامه است، قصه است. آره اون حمزه فهمش میشه قصه. بعد شخصیت اصلیش اسمش مکبثه. بعد یه آقایی هم نوشته اسمش شکسپیره. شما مکبث داری؟ نه. مکبث رو خوندی؟ آره خیلی وقت پیش. حالا اگه یه نفری مکبث رو بیاره بده؟ 4 تا مکبث بخونی به معلوماتت اضافه بشه بده؟ اگه یه نفری یه مکبث بیاره دم در بده بره نه، خیلی هم خوبه. ولی اگه همون یه نفر اون مکبث رو بیاره به بهونه مکبث تو بیاد نه، خیلی هم بده. آقا گلشن، حالا اگه یه نفر یه مکبث بیاره، یه مسافرم بیاره، درستش رو بگیره، نسکافه بخوره، بده؟
قهوه دیگه نه، پولشو میگیره میره بیرون قهوهشو میخوره دیگه. آقا گلشر به این خوبی دست دلبازی اصلا ناخون خشک نیست، مگه عموی شما نیست؟ چرا؟ خب اینجوری اگه شما رفتار بکنین هم هتل میاد پایین هم آقا گلشر میاد پایین. عمو جان شما یه چیز بهش بگو. بیمی عمو جان یکی نیست که فخو ارزشی نداره، اونم داره کمک میکنه گاهی خریدمون میکنه، اشکالی نداره. الو آقا فاد ببین چند تا کار باید دارم. جانم حمزه بگو. ها ببین داری میای، یک تو مسیر یه مکبث بخر. چی؟ مکبث. چی؟ کتاب مکبث دیگه. یادم نمونه، حساب کن یادداشت کنم. یه بار دیگه بگو. آ مکبث. ها؟ ها دو ببین پارادوکس این یعنی چی ده؟ کتابه؟ نه نه این یک کلمه است. همین؟ سه هم این آدابته اینم یعنی چی؟ این که خب همون احتمالا همون چیزه آدابتور برق دیگه احتمالا دیگه. نه این طور نداره که، این مال نمایشه. آها آدابته در باره نمایش. عزیز من آداپته یعنی کفکاری، یعنی یه اثر استخوندار رو جای سختش رو بذاری کنار جای آسونش رو اجرا کنی. داداش من مرد میخوام یه اثر شکسپیر رو تمام الکمال اجرا کنه. این چیز که نشانم میدهی چهارم، ای چشم ها از چشمانه برایی، یعنی که این صف تا روز قیامت دنباله دارد. این هم یکی دیگر. سلام. ببخشید میدونم داشتین تمرین میکردین ولی اتاق بغلیتون زنگ زد پایین شکایت کرد. گفتش یه سر صداتون مزاحمت براش ایجاد کرده، این بود که من اومدم بالا. من یه پیشنهادی براتون دارم، یا برید تشریف ببرین تو حیاط یا تشریف ببرین توی حوضخونه. این دو جا میتونین راحت تمرین کنین کسی هم مزاحمتتون نشه. ما خیلی آروم بودیم اصلا زیاد سر. بله خب من درک میکنم، هنرمندا رو همینجوری تو تلویزیون و سینما و صحنه تئاتر همه دوست دارن، ولی موقع جیغشون که میشه نمیتونن تحمل کنن دیگه. درصد من معذرت میخوام. خواهش میکنم. میگم ببینیم بنده خدا چقدر تمرین میکنن، تئاتر خیلی کار سختیه. ما میریم تو صحنه فکر میکنیم الکی و همینجوری اجرا میکنن اون. ولی هیچ این جیغایی که ما بعضی موقع پایین میشنویم، من بالا بودم شنیدم، این جیغا بیشتر شکل دعوای زن و شوهریه تا مثلا دیالوگای مکبث و شکسپیر و اینا. اونجوری که من یادم میاد همچین چیزایی نداشت نمایشنامه. البته اینو میگم آداپته کردیم، حالا اینکه چه جوریه من نمیدونم. این همه هشتمین پدیدار این دردمندی بزرگوارانه که از راستی است دو دلی های سیاه را از جانم زدود. آری زدود و نهاد مرا نیز با نیک سرشتی و شرافت تو آشتی داد. سوگند سوگند که هنوز سوگندی را نشکستم. من نیز هرگز بر هیچ عهدی پا ننهادم. لذت راستی کم از لذت زندگی نیست. با این همه دردیست که هر خاطر شریفی را از آن سهمیست و سهم اصلی از آن توست. اگر مراست از من پنهان مکن، چون با به خاک به دو سرم آشد.
چی شده خانوما؟ چی شده؟ بچه گندگی. موش محسن جون، موش نداریم که. یه بار قبلا داشتیم، سرپاشی کردیم، تموم شد. خیالتون راحت اشتباه دید. همین من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم. آقا اجازه بدی. شما داستانتون رو یک بار دیگه برامو تعریف کردید. نه این موش داره آخه. بعد ما اونجا موش داشتیم یه بار، کلی مکافات شد. من زنگ زدم به شرطه، شرطه یعنی پلیس. اونا اومدن با پارادوکس اینا رو برداشتن، آداپته کردن بردن. خانوما من بهتون پیشنهاد میکنم که شما تشریف ببرین تو حوضخونه. اونجا راحته. اینجا آخه درخت داره، جک و جونورم داره دیگه. ولی حوضخونه خیلی راحت. تو درد نکنه. حیات که موش باشه، لابد اونجا مار داره. نه بابا مار نداره. نه اینم اشتباه کردی، موش نداره. من بهتون قول میدم سر صدا نکنیم. مثلا مسافرای دیگه هم اذیت نکنیم دیگه. من بعد از اینو عذرخواهی میکردم، باز نشد دیگه. تو به جای اینکه این هم مزخرف یه جا با هم دیگه بگی، عذرخواهی تو میکردی. الان به جای عذرخواهی، یعنی به جای مزخرفاتی هم که گفتی، بعد عذرخواهی کنی. مزخرف زیاد گفتم. Excuse me, که اول اومدم تو بده. Oh my God, I'm really so tired. You know, it's 11:30 and we are just going around. You know, how many hotels we are just going around? Yes, of course. It's four hotels. مهمون خارجی. This is Mrs. Nikki. Okay. Welcome, بگو. Hello, how are you? Welcome to Iran and welcome to Hotel Golshah. This is Book, Macbeth. بله، بفرمایید. Where are you in... Coffee shop, بفرمایید. Yes, of course. همزه بخ 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 رسیدم. نه درست از این مال مسافره، بذار سر جاش. مال مسافره دیگه. کتابی که خواستی گرفتم، جواب سوالاتم اینجاست. نه نه بیا بخور. خب برای مسافر بعدم میبرم. خیلی خب تموم شد. کجا بشینیم که با صفا باشه؟ ها؟ اینجا میشه نشستی؟ بیا آقا همزه، اول کتابو بگم یا جواب سوالات؟ ای سوالات. از یه مسافر باسواد پرسیدم، جمله به جمله برات نوشتم. دقت کن. پارادوکس در منطق به حکم یا احکامی ظاهرا صحیح گفته می شود که منجر به تناقض می شوند یا با شهود. آه شهود، آره. مطابقت نمی یابند. اینجاش خیلی مهمه، با دقت گوش بده. در عین حال به جملات متناقض و حتی مخالف که یک حقیقت واحد را بیان کند گفته می شود. ها ها. خب اینا خیلی خوبه ها، ولی این یعنی چی؟ نمیدونم. خب راننده تاکسی که به دردش نمیخوره. اگر به دردم خود تو الان میدونستم. بگیر. این ویلیام شکسپیر جزو نویسندهای قرن فکر کنم 17 بوده. 7-8 تا نمایشنامه و کتاب داره که این مکبث یکی از معروفاشه. و کسی هم که بهت اینو پیشنهاد داده که بخونی خیلی آدم خوش فکری بوده. درست بهت پیشنهاد داده. قصه چیه این خب؟ سه تا جادوگر مکبسو توی جنگل میبینن، زندگی آیندهشو براش پیشگویی میکنن، بهش میگن هم رو. های چی میگن حالا؟ میگن تو در آینده آقای مکبس خان آدم زنزلیلی میشی. یه زن میگیری، هر چی میگه گوش میکنی. میگه اینو بزن میزنی، میگه اونو بکش میکشی، میگه رفیقاتو بکش همه رو میزنی میکشی. آخر سر چی میشه آقای حمزه خان؟ عاقبت زنزلیلی. چند نفر دیگه پیدا میشن، میزنن مکبسو میکشن. اینه زنزلیلی، آخر عاقبتش اینه. این به خاطر اینه که چشماتو خوب باز کنی. دیگه از این بازتر نمیشه دیگه. نه دیگه همین خوبه. آقا حمزه کجایی؟ نیکی خانم داره صدات میکنه. نیکی خانم بیا بیا، اینه میگه من باید برم. If you need anything, please contact to reception. Okay, thank you. It's very kind of you. We will do that. Good. Good? Good hotel. You gonna carry these luggages? You are sorting? If I do, you just good, fall down, warm, man. Good I hotel. Help you. Help you. Okay. Macbeth paradoxie. Oh, please, you will just fall down, man. Please. Be careful. Oh, come on, be careful, man. Now, what hold that. Hold it. It's so many children I have got inside. It is a window open. I will lose it, man. What the hell you are doing? I have to carry you. Oh, fuck. من رو داشتم تو میرفتم بالا، فکر کردم که
چرا دو تا دختر جوان شهرستانی باید یه کاری بازی بکنن که بخوام بکشن، بعد اون اونو بکشه، بعد اون همشونو بکشه؟ ها؟ خب پیش میاد دیگه، بالاخره پیش میاد، برای هر آدمی پیش میاد. یعنی برای تو هم پیش اومده بخوای یکی بکشی؟ آره آره پیش اومده. آدم کشتی؟ نه، ولی نزدیک بود بکشمش، نزدیک به جنایت. یه دفعه یه مسافر بهم خورد از ترمینال جنوب به کجا؟ ته تهرون. این ته تهرون کجا هست؟ از همین ور حساب کنم، از این ور میخوره به روده هن بومه هن اون برا. خب بردمش تا اون سر، برگشت گفت چقدر بدم؟ گفتم هرچی کرمته، برداشت 3000 تومن گذاشت کف دستم. منو میگی؟ گفتم آقا وایسا زیاده. گفت خواهش میکنم، 1000 تومنشو برداشت. گفتم خیلی رو داری. گفت خواهش میکنم. گفتم خیلی رو داری. گفت خواهش میکنم. گفتم خیلی رو داری. خیلی خوب، خیلی داد داد نزن. میگم تو داد زدی، اونم داد زد دیگه. ها نه دیگه، بعدش این بود که خیلی ریلکس میگفت. چی لکس؟ یعنی راحت، راحت میگفت خواهش میکنم. میگفتم خیلی رو داری. خیلی راحت برگشت گفت خواهش میکنم. برداشت پولو، برداشت رفت. نگوشتیش که بس دیگه، رفت دیگه. ولی تا صبح تو رخت خواب داشتم خفش میکردم. آه پس تو خواب کشتیش؟ بله، آدم هر جنایت اول خوابشو میبینه، بعد تعبیر میشه. آقا فاید ویلکم، بیا برو این خسته، برو بگی بخواب تو امشب دیگه. خستم، باید برم خونه یه دوش بگیرم. خیلی شغلت سخته ها. آره سخته، یعنی پولش سخت به دست میاد، بعد زحمت. آقا گفتم پول، راستی این کتاب رو بیا نگاه کن، 3000 تومن. خب 3000 تومن پول کتابشو. خب دوتا مسافرم آوردم 5 تومن، میشه چقدر؟ 8 تومن. نه دیگه، دوتا مسافر میشه 4 تومن دیگه. مرد حسابی خارجی هم کلاس هتلتون رفت بالا. ها ببین، اینقدرم قهوه خوردی دیگه، قبلا اینقدر میخوردی، حالا اینقدر خوردی. نگاه کن، من برای خودت میگم اصلا نوش جونه، ولی اینقدر اینقدر. آقا جان این نسکافت هم به این سوالا در پارادوکس و مارادوکس و اون آداپتور که پرسی، همه اینا به این بر بدن. 8 تومن حسابمونه، یادت نره، 8 تومن حسابمونه. خداحافظ. سلام. ایوا سلام، خوبی دو؟ سالم ایدو عمو جان، دوتا بازیگری که خدمتون عرض کردم این دوتا خانوم هست. آها خیلی خوشحالم. خوشحالم، ممنونم. همونه که میدن تا تمرین کنم. بله بله، موفق باشید. اگه اجازه بفرمایید ما بریم تو شهر یکم تمرکز کنیم. خواهش میکنم، بفرمایید. موفق باشید. ببخشید جیغ زدم خانم. نه بابا اشکال نداره، به هر حال یه ذره جیغ و هیجان و اینا برای کارتون لازمه دیگه. بله، برای تاچ که میخوایم اجرا کنیم تنش لازمه، باعث میشه نقش دو تا آدم عصبی رو خوب بازی کنیم. ببخشید خانم، من سوال میکنم، با همین لهجه میخید مکبس اجرا کنیم؟ نه آقا، تو صحنه بدون لهجه حرف میزنم. ایشون وقتی حس میگیرن کلا لهجه رو فراموش میکنن. دقیقاً. همین دیگه، من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا یه بار حس کم داشتیم، کلی مکافات شد دیگه. من زنگ زدم به شرطه، شرطه یعنی پل ای. من هنوز مزخرف نگفتم که، عذرخواهی نکردم. ها؟ اما جان دو تا فاکتور داده بودم حمزه بذاره تو پوشه، نمیدونم چیکارش کرد. همینه دیگه، اختلاف حساب همین دو تا. نه ولی میدونم خریدا چی بوده. ها نیکی خانم، میدونی مکبس چیه؟ نه نمیدونم، ولی بعدم نمیاد بفهمم که روایت آقا فؤاد مکبس چی بوده. مکبس داستان یه مردیه که گول زنشو میخوره دیگه، زنش هم لیدی مکبسه، بهش میگه برو اینو بکش، میره اینو میکشه، میگه برو اونو بکش، میره اونو میکشه، هی اینو اونو میکشه، بعد آخرش این سرش میخوره به سنگ، 7 جد آبادش میاد جلوی چشش، بعد میزنن اونو میکشن. اینم مهمه که میگه که باید چشاتو باز نگه داری، زنزلیل نشی آقا حمزه.
من میخواستم اینو بگم، از آقا فادم پرسیدم چرا دوتا دختر جوون شهرستانی میان همچین داستانی رو کار میکنن که اینو بکشن ای اونو بکشن. به خاطر اینکه این دوتا دختر شهرستانی باید یه متن قوی ور میداشتن که بتونن یه خودی نشون بدن. آقا گلشن این متن قویه ها. بله خیلی قویه. همین دیگه، من میخواستم اینو بگم. میدونم چی میکنی. امارات که بودی هتل الفند قبل شمس و القمر که بودی مشکل متن قوی داشتی، زنگ زدی به شرطه یعنی پلیس، یه عالم متن قوی برات آوردن و مشکل تو حل شد. حالا هم دیگه حرف نزن، بذار حواسم بفهمم. عمو جان این صدای جیغ بود یا من فکر میکنم جیغ بود؟ نه جیغ بود، من فهمیدم. تو هم شنیدی؟ آره یعنی جیغ بود دیگه. آخه دخترها که رفتن بیرون که این پارادوکس دیگه، اینا هم رفتن جیغ اومد. حب ندارم. سلام آقا، خوبی دو ساله میدو؟ سلام، حال شما نرمان دار تو خوبه؟ تو خشه؟ خوش گذاش. سلام خانم، خوبی شما؟ خسته نباشیم. حسابی تمرکز کردیم. آره عزیزت، با خصوص که دوتا راننده تاکسی افتیده بودن به جون همدیگه، خیلی به ما الهام دادن. الهام دادن؟ آره خانم. من فکر میکردم که توی جاهای ساکت و آروم و ویلاهای خارج شهری و اینا معمولا هنرمندا الهام میگیرن. عزیزم به اونا میگن برج آج نشین. ما که اینجوری نیستیم، ما مردمی هستیم. اگه میشد میرفتیم تو میدون شهر اجرا میذاشیم، نه تو سالن. دقیقا. خب بفرمایید. ممنون خانم، خیلی لطف کردید. خسته نباشید. ممنون، با اجازه. آقا حمزه، آنج ایشند را فروخو آبانده. آقا حمزه، مرا برافروخته است. خاموش، ناله جغد بود، ناله آن جارچی شبم. حمزه تقلب شده، تو رو عوضت کردن. تو از اینا نمیخوندی، اصلا اینو بلد نبودی بخونی. نیکی خانم، من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا یه بار تقلب شد، منو عوض کردن دیگه. خب بعد ما زنگ زدیم به شرطه. نه من که نه دیگه، اونا زنگ زدن به شرطه. شرطه یعنی پلیس. منو آوردن، اون تقلبه رو بردن. ولی اینو ببین، مکبس هم میگه ها. حمزه چرا اینقدر مزخرف میگی؟ این هان خاموش میگه، تو میگه ها؟ این با اون فرق میکنه، اینقدر مزخرف نگو. واقعا چرا باید مزخرف بگم؟ سلام، کی رفتیم بیرون؟ صبح زود رفتیم پارک، دویدیم، نفس گرفتیم. خب خسته نباشی. ممنونم. اگه اجازه بدیم ما بریم یه تمرین و دیگه ایشالا بعدم برای اجرا. خواهش میکنم، بفرمایید. با اجازه. موفق باشی. افعی بزرگ به خاک افتاد، اگرچه بچه ماری که دندان نداره. من نیکی خانم، میدونی من عشق اولم صحنه تئاتر بوده. حمزه جان، شما قبل از اینکه عشق اول و آخرت مهندسی و پزشکی و خلبانی و همه اینا بود، این عشق صدومت اشتباه میکنی، من میدونم. اینا رو مرد ببر بشور. تو اصلا اینو میخونی میفهمی؟ نه نیکی خانم، آدابتهش میکنم میفهمم. یعنی اینایی که اینا سخت رو نمیخونم، اینایی که آسونه اینا رو میخونم. من یه پیشنهاد بهتری برات دارم، اینو بده من بخونم، بعد حمزه فهم برات رو تعریف کنم. نه من خودم میخونم، شما برو دیگه. مملکت امن و امان هم. میگم بوشو چی کار کنی؟ بوش بپیچه ها؟ تو را را هزار جور بو هم. خیلی خوب، پس یه دور کامل باید تمرین کنم. شروع کن، مثل بلبل جواب خوام داد. فقط آروم صدامون نره بیرون. خیلی خوب، بگو. به گمانم صدایی شنیدم که فریاد میزد دیگر مخسبید، که مکبس دست به خون خواب برده. خواب بیگناه
خوابی که آستین پاره مهنت را رفو میکنن، خوابی که مرگ زندگی هر روز است و شوینده زحمت زندگی، مرهم جانهای زخم خورده. مقصودت چیست؟ ای سردار دلاور، با چنین اندیشه های دیوانوار زندگی خود را تباه مکن. آه، که بود که چنین فریاد کرد؟ تارا جون دیالوگاتو قاطی کردی یا؟ این نبود. آری آری، این همه حواسمو به این آبگوشته بود. عزیز من دیالوگتو بگو، وقت نداری ما. عوضش تو خاطراتمو این آبگوش معروف میشه با آبگوشت مکبس. او املت نخورده مکبس، این آبگوشت خورده مکبس. حیثیت مکبس و شکسپیر رو آبگوشتی کردی رفتا. خب جدی باشه، من نمیتونم دیگه آبگوشت رو میدم، این شکم من. من اومدم آشغالاتونو ببرم، آشغالاتونو ببرم. من نمیدونم چرا هر موقع این سمکو میذارم صدا جیغ میشنوان. آه نه، دارن تمرین میکنن. آه تمرین میکنن. تمرین چی؟ تمرین جیغ زدن؟ نه، دارن تئاتر تمرین میکنن. مکبسش آدابت هست. مکبس آدابت هست. سخته، این سخته. خدا رو شکر. من فکر کردم دعوا دارن میکنن. ها، من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه بار دعوا شد، کلی مکافات شد دیگه. من زنگ زدم به شرطه، شرطه یعنی پلیس. اونا اومدن، بفرمایید، بفرمایید. نه دارم مزخرف میگم، شما بفرمایید دیگه، من برم. بله؟ نه بفرمایید. من چه توانم کرد که تو نه سخن توانی گفت، نه سر توانی جنباند؟ اگر بنا باشد گورخانه ها و گورها به خاک سپردگانشان را پس فرستند، چیندان مرغان هوا گورستان ما. دیوانگی مردانگیت را پاک برده است. اگر این منم که اینجایم، او را دیدم. وه که چه شرم‌آور است. ببین رو رفتیم چیکار. نه نه این ندارم، او دره رو واگو با من باز کنم. آره بله. ببخشید در باز کنم. سلام آقا، خوبی تو؟ سالمی تو؟ چه میکنید؟ ها؟ ها، اومدم آشغالات ببرم دیگه. نه، ما آشغال نداریم. ها؟ چیزی نمیخورین که این صدا نگیره دیگه. دقیقا، چه خوب میدونم. من تو الفندق شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه بار ما آشغال نداشتیم، کلی مکافات شد دیگه. من زنگ زدم به شرطه. بله، شرطه یعنی پلیس. بله، اونا اومدن برای ما، برای ما کلی آشغال آوردن. هی آشغال آوردن. بعد داستانتون قدیمیه، بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. بله آقا، امری داشتین تلفن کردین. ببخشید. خواهش میکنم، بفرمایید. بو بکشید. خب بوی نمیشنوید؟ نه. شما چه؟ نه. این بوی پیاز نخود دنبست، بوی آبگوشته. دارن آبگوشت درست میکنن. آبگوشت؟ بله خانم. نه بابا، این توی هتل اصلا قدقن قد درست کن، قدقن همه میدونن. خانم بیا بگم، من مدت این اتاق زیر نظر دارم،
اینا دارن تو اتاقشون آبگوش درست کنن. نه آقا شما اشتباه میکنی، منم اشتباه شما رو کردم. اینا بازیگرن دارن بخور میدن، یه موادی میریزن که اون موادی که تو بخور میریزن این بورو میده. صداشون نگیره اینجوری نشه. بخور بوی دنبه میده خانم، من که بچه نیستم. من بور اگه یک کیلومتری تشخیص میدم، مخصوصا بوی غذا رو من به خاطر مقررات هتل میگم، به خاطر امنیت هتل. این بو بوی آبگوشت. نه آقا یه بوی مواد خاصی. من در جریانم. من میدونم شما دلسوز هتلین، ولی من در جریانم. این بوی اون مواد است. خیر خانم، بو بوی آبگوشت. نه این آبگوش نیست. پس بوی چیه؟ این مکبسه. هم میگه مکبس. بوی آبگوشته. ما پیگیری میکنم. نیکی خانم، آخه دو تا دختر دانشجو ترم سوم که تئاتر میخونن اصلا بلد نیستن آبگوش درست کنن. این بهانه میگرده میخواد آبگوش درست کنه. نه بلد بودنش که بلدن، اونتا وقت ندارن، دارن تمرین تئاتر میکنن، وقت تو نخود بار گذاشتن ندارن که. همین دیگه، من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودی، یه بار یکی آبگوش درست کرد، بعدش مکافات شد، بعد چرته اومد. چرته یعنی پلیس. سبزی خوردن، ترشی لیته، دیگه چی میخوایم؟ نمیدونم تارا، ببین میگم بیا از این آبگوشته بگذر بابا، درد سر میشه برامونا. هیچ طوریش نخواد شد، تا برگردیم قشنگ جا افتادم. خیلی خوب آتیش میشه. سوزی میشه، من میدونم. و این چیه کوفه تو حلقه دفتن قد نوفه سبر میزنه؟ ها بیا دیگه، دختر سوسول. میگم دو تا ساندویچ میخوریم، اینو خاموش کنیم بریم دیگه ها. نه ببین اعصابمو خرد میکنی ها. کاش انقدر که تو حواست به شکمت بود، یکم حواست به اجرا بود، به تمرین بود. حواس من تو نگران من نباش. اصلا فال میزنی. خوبه؟ باش. بذار اینو بذارم توی بوزا بوزنی بوزا بوزنی بوزا بوزنی بوز. شرمنده تام که شرمنده این شکمه نشم. حالا منم با فال بزنم، نمیشه که فقط تو فال بزنی. بزن. اوزه اوز نیست، اوزه اوز نیست، اوزه اوز نیست، اوزه اوز نیست. آب ببخشید دیگه، بیا دیگه لوس نکن. خیلی خوب بخ میشید. یه چند لحظه گوشی نگرد، گوشی میشه. سلام، خب تشریف میبرین دیگه؟ بله دیگه، با اجازتون بفرمایید. ایشالله که با دست پر یه عالم جایزه شیرینی کیک یادتون نره، حتما برگردید. ایشالله بفرمایید، موفق باشید. سلام، روزنامه. شما تو رو خدا داد نزن. ببین سهراب، مردی که مادرشو به من ترجیح بده دیگه نمیخوام تو زندگی من باشه. خانم خواهش میکنم داد نزن. اه میگه داد نزن، من کی داد زدم؟
همین دیگه، دیشب 5 بار جیغ کشیدین، 5 بار گفتین سارا از زندگی من برو بیرون، منظورش اینه که خیلی داد میزنید. شما مثل اینکه کار دیگه ای نداشتین جز اینکه صدای منو مثل توتی زرد کنین و به خودم تحویل بدین. خانم ببینین من چه داد زدم؟ داد میزنم چون عاشقشم، داد میزنم چون دوستش دارم، داد میزنم چون با تفاهم شروع کردم. اصلا میدونین مشکل چیه؟ مشکل اینه که مردای ما تو وجود همسرشون دنبال کمبود محبت‌های مادرانه‌شون میگردن. ببینی خانم یه دقیقه من چی رو ببینم؟ انگار تا حالا خودتون دعوا نکردین، خودتون جر و بحث نکردین. حکایت شما میدونین مثل چیه؟ حکایت شما مثل اون خیابون یک طرفه است که حالا تابلو داری یا نداری یا میبینی یا نمیبینی، یهو وارد میشی یه ماشین از جلو در میاد همچی تو چشات نگاه میکنه، 100 تا فوش بدتره. اینگار از قانون منترین قاره دنیا وارد شده. حمزه من یه چیزی کشف کردم. ببین اون جیغ و سرصدایی که میشنیدیم بعد فکر میکردیم که مال این دختر هاست، خب همین خانومه بود. نیکی خانوم، من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا هم یه بار ما یه پوستی پیدا کردیم نفهمیدیم چیه، کلی مکافات شد. من زنگ زدم به شرطه. شرطه یعنی پلیس. آفرین، شرطه یعنی پلیس. بعد اونا اومدن، اونا هم نفهمیدن رفتن. من باز مزخرف گفتم. ولی اینی که میخوام بگم مزخرف نیستا. من رفتم تو اتاق این دخترها، دیدم آشغال ندارن. بعد رفتم تو این آشغالی رو نگاه کردم، اینو دیدم، نگاه کن، این همه این همه آشغال دیدم. حالا این پوست پیاز و این گوجه اینا به کنار، بگیرشون بر بونده سیب زمینی توشه. بعد دوباره مثل یه شرطه، شرطه یعنی پلیس. رفتم تو اتاق این دخترها، دیدم یه پوست پیاز یا پوست سیب زمینی هم تو اوناست. بعد مثل یه شرطه، شرطه یعنی پلیس، این پوستو با این پوستا مقایسه کردم، دیدم اینا یه پوستن، یعنی اینا دارن آبگوش درست میکنن. دخترها تو اتاقشون؟ این دیگه مزخرف نیست. اگه زحمتی نیست اون کلیدو بگیر بیا. خیلی خوب. سلام خانوم، خوبی؟ سلام، خسته نباشید. ما اجرا چطور بود؟ بد نبود. بد نبود یعنی که خوبم نبوده. نه آره دیگه، خب اشکالی نداره. این دوستتون چرا انقدر ناراحت بود؟ یقده اجرامو بد شد، برای همین ناراحته دیگه. ببخشید خانم، اشکالی داره یکی دو ساعت دیرتر ما این اتاق رو خالی کنیم؟ نه هیچ اشکالی نداره. دست تو درد نکنم. بفهم. ببخشید. خسته نباشید. ممنونم خانم. نیکی خانوم، من میخوام برای خودم آقای گلشهر غذا سفارش بدم دیگه، شما نمیخواین؟ شما تشریف ببرین غذاتونو بخورین، من اگه بخوام خودم سفارش میدم. همین دیگه، من یه بار تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم برو. اونجا هیچی نشد، مکافات هم نشد، ما هم زنگ نزدیم به شرطه، شرطه یعنی پلیس. پلیس برو. اون هم نیومدن. بعد برم. جایزه سرمونو بخوره. بابا نهیدی چقدر بهمون خندیدن، چقدر مسخرمون کردن. این همه تمرین کردیم که اینجوری اجرا کنیم. آره به خاطر چی؟ به خاطر یه آبگوش. خب بابا این آبگوش تو خونتون میخوردی دیگه، همش تقصیر تو بود دیگه. وسط اجرا به من میگه هتل آتیش گرفت، نمیده آبگوشت ترکید، اعصاب منو خورد کردی، برای همه خراب کردم دیگه. اگه تو چیزی به من نمیگفتی و همچی برات بازی میکردم. آره، تقصیر من بود، من یه چیزم به تو بدهکار شدم. آره حالا عیب ندارم، طوری نشده که جایزه که چیزی نی تو ذهنمون نمیمونه، ولی آبگوش تو ذهنمون میمونه. فردا که پیر شدی برو نواد تعریف میکنی. تو جوونی رفته بودیم درو دیات بذاریم و یه همبازی داشتم، خدا بیامرزتش چه آبگوش دیوار گذاشت. به به هنو مزش زیر دندون من. اسم آبگوشته رو گذاشتیم آب مکبس. آره فعلا که مکبسمون آبگوشتی شد. قربون شکلت برم، طوری نشده که حالا روشو این حواست اینجا باشه من آبگوشته رو بیارم پایین. روشو دیگه چی
خوش بگم چیگا خدا نکنه خیلی خوبه جایزه یعنی این جایزه تقدیم میشه به خانم این کارو پسره چشور قلم میده است تیر به تو جگرت خوره بهت نشون خواهم داد این آبگوشته از اولش هم شگون نداشت برام دیدی اجرامون چی شد؟ بعدشم ما میخواستیم کلک بزنیم اونا بهمون کلک زدن چیزی که عوض داره گله نداره که حالا مثلا چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بری بگی ببخشید ما تخلف کردیم طلبکارم هستیم آره؟ بیا عزیزم بکم از این نماز بخور بریم برسیم به زندگیمون بی خیال سلام سلام من آقای گلشه یه آبگوشتی خوردیم خیلی خوشمزه بودا این آبگوشت حتی ننجون منم نمیتونست درست بکنه بعد الان میبینم شما چیزی نداریم بخورین آه سفارش دادم این آبگوشت رو برای شما آوردن دیگه لازم نکرده بفرمایید آقا ما غذا نمیخوام برو تو تار من تو الفندقل شمسال قمر در در امارات که مدیر داخلی بودم اونجا هم یه بار مسافرها آبگوش درست کردن کلی مکافات شد من زنگ زدم به شرطه شرطه یعنی پلیس اونا اومدن مسافرها رو بردن زندان آبگوشتشون رو آوردن ما خوردیم حالا این آبگوشت رو میخوریم وگرنه من زنگ میزنم به اینجا که شرطه نداره که آه به پلیس پلیس یعنی شرطه بیاد یا ها ها ها